با سلام خدمت بینندگان عزیز، امیدوارم برنامه های گذشته ما در مورد سیستم کولر خودرو مورد توجه شما قرار گرفته باشه و با قطعات سیستم کولر بیشتر آشنا شده باشیم. همونطور که قبلا خدمت شما عرض کردم، گفتم سیستم کولر شامل کمپرسور، کندانسور، ریسیور، شیر انبساط و اواپراتور بود. گفتیم که در این مسیر کمپرسور وظیفه داره که گاز ما رو متراکم کنه و با فشار 12.5 بار به سمت کندانسور بفرسته. سیستم کندانسور وظیفه داشت که این گاز رو خنک کنه و برای تصفیه به سمت ریسیور بفرسته. بعد از ریسیور به سمت شیر انبساط میرفت. شیر انبساط فشار رو کاهش میداد و به 2.5 میرسید. بر اثر تبدیل مایع به گاز باعث می شد که در اواپراتور ما ایجاد سرما داشته باشیم و هوای گرم اتاق به سمت اواپراتور که می اومد، از داخل اواپراتور که رد می شد، یه هوای خنک و مطبوع برای اتاق و سرنشینان فراهم می کرد. در این راستا گفتیم که سیستم کولر چجور عمل می کرد. گفتیم که دارای یک کلید بود که ما کلید رو می زدیم. زمانی که اقدام به روشن کردن کولر می‌کردیم، سیستم به راه می‌افتاد. دارای یک کلاژ مغناطیسی بود که این کلاژ مغناطیسی با برق کار می‌کرد. یعنی هر موقع برق به سیستم کلاژ می‌رسید، کمپرسور شروع به کار بود. پس لازم دیدیم که مسیر برق یا مدار برق کولر رو آشنا بشیم. اجازه بدیم من نقشه سیستم کولر به شما نشون بدم. همونطور که می‌بینید، این نقشه یه سیستم کولره. این نقشه نشون میده قطعات برقی سیستم کولر رو، نشون میده که مدار برقی از چه قسمت هایی تشکیل شده. در اینجا ما سه قسمت رو با رنگ قهوه‌ای مشخص کردیم. این سه قسمت شامل چه قسمت هایی نگاه کنید؟ شامل فن بخاری یا فن کولر که داخل اتاق هست، دارای یه موتور فن کولر هست و یه موتور فن رادیاتور. پس ما دارای 3 عدد موتور فن هستیم. ابتدای موتور فن هایی که شما میبینید، یک موتور فن بخاری. یه موتور فنی ما داریم داخل اتاق که این موتور فن زمانی که شما کلید فن رو راه اندازی میکنید، که اجازه بدید من کلید فنم به شما نشون بدم. همطور که میبینید این کلید فنه. این کلید فن هست. زمانی که شما اقدام به روشن کردن این کلید فن میکنید، این فن با سرعت خیلی زیاد گردش میکنه. پس همطوری که نشون دادم نگاه کنید، یک کلید داخل پنل هست که با روشن کردن این فن بخاری یا فن کولر که داخل اتاق هست گرم میشه، میچرخه. معذرت میخوام. پس حالا که این کلید رو دیدیم، پس ما با حرکت این کلید که تو بعضی از خودرو میبینید به صورت سلکتور هست که میچرخونیم و فن شروع به کار کردن میکنه. خب اگر ما پس این کلید رو راه اندازی کنیم، این فن با سرعت خیلی زیاد به گردش در میاد. پس این فن وظیفه داره که بیاد برای ما جریان هوا از داخل اواپراتور رو برای ما هدایت کنه. زمانی که هوا از اواپراتور عبور میکنه، باعث میشه که این اواپراتور هوای ما رو خنک‌تر کنه و یه هوای مطبوعی برای سرنشینان اتاق فراهم کنه. حالا ما میتونیم سرعت وزش باد یا گردش این فن رو تغییر بدیم. در مورد کلیدی که بهتون نشون دادم که به این شکل بود، میتونیم سرعتش رو با حرکت این تغییر بدیم. و در مورد سلکتوریا که حالت 1, 2, 3, 4 دارن، شما هر مرحله که بچرخونید سرعت وزش باد بیشتر خواهد شد. ولی باید این موضوع توجه داشت که هر چقدر سرعت این فن زیادتر میشه، درست باد بیشتری به ما میزنه،
ولی لازمه خنک شدن بیشتر نیست، چون اواپوراتوری که ما داشتیم اگه یادتون باشه فقط مقداری خنک میکرد. پس دبی هوا یا وزش باد وقتی سرعت پیدا میکنه لازمه خنکی بیشتر حتما نخواهد. حالا چجور این سرعتش تغییر میکنه؟ تو بعضی از سیستم ها با یه مقاومت که بهتون نشون خواهم داد و در بعضی از خودروها توسط یک ترانزیستور صورت میگیره، یه مدار الکترونیکی داره که این مدار الکترونیکی باعث میشه شما وقتی که اهرم و عقب و جلو میکشی سرعت این فن تغییر کنه. زمانی که فن شروع به کار میکنه و شما توقع باد خنک از این دارین، ربطی به خود فن نداره. یعنی اینکه در این مرحله فقط فن باید کار کنه، وزش باد داشته باشید. سرما چجوری هست؟ باید سیستم کولر خوب کار کنه. پس هرگاه شما سیستم کولر رو روشن میکنید فن شروع به کار میکنه. اگر باد گرم بود هوا خنک نشد، سیستم خوب خنک نکرد، ربطی به این فن نداره، بلکه سیستم کولر ایراد داره. گفتم یکی از مواردی که باعث میشه شما باد گرم داشته باشید کندانسوره. گفتیم کندانسور جلوی خودرو قرار داشت، خودرو در جلوی خودرو وقتی وزش باد بیرون میاد باید گاز کولر رو از دمای 80 درجه سانتیگراد به 50 درجه سانتیگراد برسونه. اگر این عمل به خوبی انجام نشه اون طرف شما وقتی این باد خنک میزنه باد خوبی نخواهد بود. پس هرگاه شما باد خنکی نداشتید اولین جایی که شما مراجعه میکنید ببینید که آیا کندانسورتون تمیز هست، جلوی ماشین خوب هست یا نیست. دومین جایی که بعد نگاه کنید به فن رادیاتور و فن کندانسور. همونطور که در اسلاید ببینیم ما دو تا موتور فن نوشتیم. من بهتون نشون بدم این موتور فن ها رو، بذارم کنار که شما راحت تر اینو ببینید. همونطور که میبینید یه موتور فن داریم، زمانی که به این برق بدیم شروع میکنه گردش، با سرعت زیاد میچرخه. خب اگر یه برق مثبت و منفی به این بدیم پس باید برق ارسال بشه، این فن شروع به کار کردن میکنه. برای اینکه هم موتور ماشین و هم کندانسور خنک بشه دو تا فن قرار دارن. یعنی ما همزمان زمانی که شما کولر رو روشن میکنید فن کندانسور که جلوی کندانسور قرار داره روشن میشه، به اضافه فن رادیاتور که پشت رادیاتور آب قرار گرفته. بنابراین زمانی که ما کلید AC رو فشار میدیم جهت روشن کردن سیستم کولر، دو تا فن همزمان روشن خواهد شد، یکی فن کندانسور یکی فن رادیاتور. اگر ما سیستم کولر روشن کردیم و باد خنک نبود، یکی از موارد بسیار مهمی که باعث میشه باد خنک نداشته باشیم این هستش که کندانسور ما خوب خنک نشده. کندانسور کجا بود؟ جلوی ماشین. این دوتا فن باعث میشه که کندانسور ما خنک بشه، یکی فن کندانسور و دیگری فن رادیاتور که حالا بعداً به نقشه برقیش هم خواهم پرداخت. باز نگاه میکنیم ببینیم که در نقشه برق کولر دو قسمت دیگر ما با رنگ قهوه‌ای به شما نشون دادیم. این رنگ ها رو نگاه کنید، یکیش کلید بخاری نوشتیم، دیگری کلید کولر یا کلید AC هست. همونطور که گفتم برای روشن کردن کولر اگر خودروی ما در مسیر مستقیم تابش خورشید قرار گرفته و داخل اتاق کاملا گرمه، ابتدا باید شیشه ها رو پایین بکشیم خودرو حرکت کنه، اجازه بدیم هوای داغ اتاق کاملا تخلیه بشه. علاوه بر این کار کلید فن بخاری یا فن کولر که داخل اتاق قرار گرفته باید روشن کنیم. وقتی فن روشن میکنیم وزش باد باعث میشه اون قسمت زیر داشبورد نیز خنک بشه. پس ما تا زمانی که هوای داخل اتاق و هوای بیرون یکسان نشده این عمل رو ادامه میدیم.
زمانی که این اتفاق افتاد، این دفعه کلید AC رو که نگاه میکنیم این قسمت هست روشن میکنیم. حتما باید ابتدا کلید فن رو بزنیم بعد کلید AC رو فشار بدیم، نباید ابتدا کلید AC و سپس کلید فن. همطور که در نقشه هم شما میبینید، نگاه کنید، من نشون میدم این قسمت رو. شما زمانی که کلید بخاری رو میزنید، از این قسمت برق داخل این قسمت میره، همطور که میبینید فن شروع به کار میکنه. علاوه بر این که فن شروع به کار خواهد کرد، برق نیز داخل این قسمت هم میاد، یعنی کلید AC ما برق خودش رو از کلید فن میگیره، یعنی کلید AC ما برق منفیشو از این قسمت میگیره و برق مثبت خودشو از این قسمت بالا میگیره. اینم علامت یک لام هست. میدونید زمانی که ما کلید AC رو فشار میدیم، یک لام تو این قسمت چی میشه؟ روشن میشه. پس حتما با توجه کنیم، ابتدا کلید فن بخاری روشن کنیم، سپس اقدام به روشن کردن کلید کولر بکنیم. همونطوری که من اشاره کردم، گفتم سرعت وزش باد فرق میکنه سرعتش توسط مقاومت. همونطوری که اینجا میبینید، این کلید رو شما زمانی که فشار میدید، در مرحله اول شماره یک برق منفی از این قسمت نگاه کنید، یه مقاومت، دوتا مقاومت و سپس داخل موتور بخاری میشه. اگر مرحله دوم بذارین، یه مقاومت کم میشه، از یه مقاومت عبور میکنه. وقتی از یه مقاومت عبور میکنه، سرعت بیشتر میشه. در مرحله سوم همونطور که میبینید اینجا تو این قسمت، برق مستقیما از اینجا وارد فن بخاری یا فن داخل اتاق خواهد شد و باعث میشه فن با سرعت زیاد حرکت کنه. پس دوری که گفتیم فن تغییر میکنه توسط یه سری مقاومت هست. اگر شما کلید فن رو زدیم و دور تغییر نکرد یا بعضی از دور رو کار نکرد، ممکنه این مقاومت ها آسیب دیده باشه و صدمه دیده باشه و باید کاملا تعویض باشه. پس برای روشن کردن کلید فن، ابتدا کلید فن رو میزنیم، سرعتش رو تغییر میدیم و سپس اقدام به روشن کردن کلید AC میکنیم یا کلید کولر خود رو. خب پس این دو قسمت هم به شما اشاره کردم در این نقشه. پس تا اینجا به 5 قسمت رو ما گفتیم که نقشه برق کولر خود رو داره چند قسمت هست. حالا نگاه بفرمایید. در این نقشه، در این اسلاید میبینیم که دو قسمت دیگر ما با رنگ قهوه‌ای مشخص کردیم. یکی قطع کن پدال گاز که اینجاست، روی ریله اصلی قرار گرفته. یکی شیر برقی یا شیر خلایی که این قسمت هست و دیگری کلاج مغناطیسی. پس این سه قسمت هم به شما توضیح بدم. خب شیر برقی خلایی برای چی هست؟ شیر برقی خلایی در خودروهایی که کاربراتوری هستن، همونطور که قبلا گفتم، زمانی که شما اقدام میکنید به روشن کردن کولر، دور موتور تغییر پیدا میکنه، یعنی اینکه موتور با دور بیشتری کار میکنه تا قدرت لازمه رو داشته باشه برای راه‌اندازی سیستم کولر. پس بنابراین هر موقع در خودروها شما اقدام میکنید به روشن کردن کولر، دور موتور باید تغییر کنه. در خودروهای انجکتوری اینطور نیست. در خودروهای انجکتوری دور تغییری نخواهد داشت، یا یه لحظه کوچیکی شما یه تغییر دوری بسیار جزئی میبینید و سپس به همون حالت اولیه برمیگرده. شیر برقی خلایی وظیفه داره که این کار برای شما انجام بده. پس هر موقع ما اقدام میکنیم به زدن کلید AC، روشن کردن کلید AC، شیر برقی خلایی کار میکنه و دور موتور رو افزایش میده. گفتیم کلاج مغناطیسی با برق کار میکنه. حالا تو نقشه بهتون خواهم گفت که چجوری این برق ارسال خواهد شد. پس کلاج مغناطیسی هم با برق کار میکنه
و هنگامی که ما روشن میکنیم کلید ای سی رو، اقدام میکنیم به روشن کردن سیستم کولر، کلاج کمپرسور نیز عمل خواهد کرد. قطع کنه پدال گاز. در این نوع خودروها هر موقع شما اقدام به شتاب بخواییم بکنین، اقدام به سبقت بخواییم بکنین، نیاز داریم به قدرت بیش از اندازه موتور، بنابراین با سرعت به پدال گاز فشار وارد میکنیم. در این موقع سیستم برق کولر به مدت 7 ثانیه قطع خواهد شد، حدوداً بین 5 تا 7 ثانیه، یعنی سیستم کولر کار نخواهد کرد. البته شما احساسی نسبت به این موضوع ندارید، چون فن بخاری کار میکنه و اون وزش باد هنوز ادامه داره و چون اواپراتور خنکه شما تغییر احساس نمی کنید، ولی در مدت همین چند ثانیه موتور نیرویی به سیستم کولر وارد نخواهد کرد، برای موتور قدرت خواهد داشت و اون قدرت لازمه برای سیستم رو به شما خواهد. پس قطع کنه پدال گاز وظیفه داره در موقع شتابگیری، در موقعی که موتور نیاز به قدرت بیش از اندازه هست، سیستم کولر رو به مدت چند ثانیه خاموش کنه. خب دوباره من نقشه برق کولر رو آوردم، ببینیم چه چیزهای دیگه داخلش وجود داره. همونطور که میبینید قسمت ترموستات و قسمت سویچ دوگانه با رنگ قهوه‌ای کاملا مشخص. اجازه بدین من اینا رو بهتون نشون بدم. این سویچ دوگانه یا سویچ کنترل فشار هست و این قسمت ترموستات. خب سویچ کنترل فشار وظیفه داره فشار سیستم کولر رو کنترل کنه و ترموستات وظیفه داره دمای اواپراتور رو کنترل کنه. سویچ کنترل فشار با برق کار میکنه، یعنی برقی که از سمت AC میاد برای راه اندازی کلاج ابتدا وارد ترموستات میشه. اگر دما مناسب بود از این فیش عبور کرده و به سمت کلید کنترل فشار یا سویچ دوگانه خواهد شد. پس بنابراین همطور که میبینید این دوتا به صورت سری وصل میشن، یعنی برق میاد تو این فیش، اگر دما مناسب بود برق عبور میکنه داخل این فیش، سپس وارد فیش سویچ دوگانه میشه. وقتی زمانی که وارد سویچ دوگانه شد فشار کنترل میشه، اگر فشار مناسب بود از سویچ دوگانه عبور میکنه و کلاج کمپرسور رو اندازه میکنه. یعنی اگر ترموستات و فشار مناسب نباشه، یعنی دمای ما مناسب نباشه، فشار ما مناسب نباشه، کلاج کمپرسور عمل نخواهد کرد. و یا اگر هر کدوم از این دوتا قطعه خراب باشه کلاج کمپرسور عمل نمیکنه. ترموستات کجا قرار گرفته؟ ترموستات روی اواپراتوره. اجازه نمیده دمای اواپراتور از 4 درجه سانتیگراد کمتر بشه، یعنی بین حدوداً 1 تا 4 درجه سانتیگراد کنترل میکنه. چرا؟ به خاطر اینی که رطوبت هوا که در مقابل اواپراتور هست روی اواپراتور رطوبت میشه، قطرات آب ریزش میکنه. اگر دمای اواپراتور از یه حد زیادی پایین تر بیاد باعث یخزدگی و ایجاد برفک خواهد شد و اجازه نمیده فن بخاری شما باد خنک از داخلش عبور کنه و باعث کمکاری و راندمان سیستم کولر پایین میاد. پس ترموستات وظیفه داره دمای اواپراتور رو برای ما کنترل کنه. همطور که میبینید یه حسگر داره، این حسگر روی بدنه اواپراتور هست و این حسگر هست که به سیستم ترموستات نشون میده که برق رو هدایت کنه یا خیر. سویچ فشار، این سویچ فشاری که نشان میدم به خدمت شما،
روی مسیر پرفشار قرار گرفته، تو بعضی از قسمت ها روی خود کمپرسور هست، تو بعضی از سیستم ها روی رسیور بود، رو بعضی از سیستم ها روی لوله پرفشار یعنی ما بین اواپراتور و رسیور قرار گرفته و فشار سیستم رو کنترل میکنه. اگر فشار از یه حدی بخواد بالاتر بره، به هر دلیلی کلاش قطع میشه و اجازه نمیده که کل سیستم کامپرسور عمل کنه و فشار بالا بره و باعث صدمه زدن به سیستم کولر بشه. پس این باعث کنترل فشار و این قسمت باعث کنترل دما خواهد شد. خب همطور هم که در نقشه میبینید ترموستات و سویچ دوگانه به صورت سری متصل هستن. پس ما دو قسمت کنترل میکنیم، یک فشار، دو دما توسط سویچ دوگانه و ترموستات. خب باز خواهش میکنم نقشه رو نگاه کنید. سه قسمت دیگه با رنگ قهوه‌ای مشخص شده. این سه قسمت شامل رله شماره یک، رله شماره دو و رله شماره سه. این سه تا رله هر کدوم وظیفه خاص خودشو داره. همطور که میدونید رله زمانی به کار میره برای راه اندازی قسمت های مدار پرقدرت، یعنی ما به این بوبینش همطور که میبینید به این بوبین برق میدیم، آهن ربا میشه و این پلاتین برای ما خواهد چسبید و برق زیادی رو برای ما عبور خواهد داد. خب حالا ببینید وظایف هر کدوم از این رله ها به ترتیب چیا هست. رله شماره یک وظیفه داره، نگاه بفرمایید، فن موتور، فن کولر یا فن کندانسور رو برای ما راه اندازی کنه. رله شماره دو وظیفه داره یک رله شماره سه رو راه اندازی کنه به اضافه کجا؟ برق کلاج کمپرسور. پس به طور خلاصه من قطعاتی که در نقشه برق شما می‌بینید رو یه بار دیگه مرور می‌کنم باهاش بیشتر آشنا بشید. نگاه می‌کنید دارای فن بخاری، کلید فن، کلید AC، رله شماره یک، رله شماره دو، رله شماره سه، موتور فن کولر، موتور فن رادیاتور، قطع کن پدال گاز، ترموستات، سویچ دوگانه، شیربرقی و کلاج کمپرسور. در برنامه بعد قصد داریم که ببینیم که این نقشه ها، این قطعات چگونه به هم ارتباط خواهند داشت و چگونه با هم کار میکنه و با ایبیابی اونها آشنا بشیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد خدا نگهدار.